درود، همراه شما هستیم در ایندیپندنت فارسی. من هانا نامداری هستم و امروز گفتگوی ویژه‌ای داریم در رابطه با موانعی که بر سر راه خیزش ملی ایران قرار دارند و دورنمای این خیزش. در این زمینه همراه هستیم با بانو شیما بزرگی، پژوهشگر دانشگاه امریکن و کارشناس امور ایران. خیلی خوش آمدید به این گفتگو. درود بر شما و سپاس از دعوت شما. خوشحالم که اینجا هستم. اگر ممکنه برای ما بفرمایید که با توجه به اینکه نزدیک میشیم به سومین ماه خیزش سراسری مردم ایران، چه موانعی رو بر سر راه این خیزش میبینید؟ چه مشکلاتی در سر راه این خیزش قرار دارند و چگونه میشه از این مشکلات عبور کرد؟ درود به شما، درود به همیهنان و تسلیت میگم و در این حال تبریک میگم به تمام خانواده های جاویدنامانی که عزیزانشون در این راه وطن از دست دادن. ببینید، ما باید یه موضوع در نظر بگیریم. همه ما آگاه بودیم نسبت به این که جمهوری اسلامی یکی از خشونت آمیزترین و یکی از دهشتناکترین رژیم های قرن 21. شاید بشه گفت که در قرن 20 اگه مثلا رژیم آلمان نازی بوده، حتی اونها هم نمیشه مقایسه کرد با این سیستم، به خاطر اینکه رژیم جمهوری اسلامی مردم رو مانند دشمن خودش میبینه. یعنی کاری که روسیه با اوکراین میکنه، جمهوری اسلامی با مردم ایران میکنه. اگه بخوام به موانع نگاه بکنیم، من ترجیح میدم یه ذره عقب‌تر برم و به اون دستاوردهایی که تو این مدت کوتاه به دست آوردیم که مربوط میشه به اون موانع هم یه نگاه بکنیم. اون چیزی که جمهوری اسلامی در این 43 سال گذشته سعی کرده به وجود بیاره، عدم انسجام بین مردم بوده. اون چیزی که تو انگلیسی میگیم کوهسیونس، جامعه رو سعی کرده اصلا جدا و گسسته بکنه با هر چیزی، از طریق مذهب، از طریق برنامه‌های تلویزیونیش، از طریق تبلیغاتش. اتفاق خیلی خوبی که توی 70-80 روز گذشته افتاده این هستش که مردم چه در داخل ایران و چه در خارج ایران سعی کردن که اون کوهسیونس، اون انسجامشون رو پس از 43 سال سرکوب خیلی آروم آروم، خیلی با شیوه‌هایی که هیچ وقت امتحان نکردن به دست بیارن. بنابراین یکی از موانع بزرگ همچنان که ممکنه باقی باشه اون هستش که اون انسجامه به اونجایی برسه که سراسری و خیلی بیشتر از اونچه که امروز میبینیم باشه. موانع دومی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که جمهوری اسلامی در طی این سالها با تبلیغاتی که خارج از کشور داشته و با استفاده از عوامل و لابی که در خارج از کشور داشته، سعی کرده یک صدایی رو در مسئله هسته‌ای و در مسائل سیاسیش به رسانه‌ها و مقامات خارجی کشورهای دیگه برسونه که اگه ما بریم بدتر اتفاق میفته. اگه ما اینجا نباشیم یک چیز دیگه به ممکن اتفاق بیشه که شما نمیدونین چیه. و این مسائل را از طریق لابیش اشاره داده توی شبکه‌ها و توی رسانه‌های گسترده. و به خاطر همین که امروز میبینید هنوز با اینکه بسیاری از مقامات افراد در خارج از کشور هستن فهمیدن که این رژیم واقعا ماهیتش چیه، هنوز میبینید که گاهی اوقات یک صدایی میاد که خب حالا مثلا آلترناتیو چیه؟ خب حالا مثلا بعد از این چه اتفاق میفته؟ در صورتی که اصلا هم از سوال پرسش الان باشه. پرسش و هدف برای همه مردم ایران مشخصه و اون رفتن جمهوری اسلامیه. ممکنه که این 4 ماه طول بکشه، ممکنه 1 سال تا 2 سال طول بکشه، ما این رو نمیدونیم. ولی چون هدف مشخص و رفتن هستش، ما باید به هدف نگاه بکنیم. بعدش اتفاقات بهتری خواهد افتاد. ولی اون الان نگاه ما نباید بشه و چشم انداز ما. مانع سومی که ممکنه وجود داشته باشه که به نظر من مردم خیلی بهش آگاه شدن و اونقدر دیگه مثل گذشته نیست که هر چیزی که در فضای مجازی نوشته میشه یا ارتش سایبری مینویسه یا مثلا ممکنه یه خبری که دروغ باشه سریع به وجود میاد، اینها هستش که مردم باید حواسشون بهش باشه که اونها رو منحرف نکن از اون هدف اصلی. که آگاهی من میدونم در این زمینه خیلی پیشتر و بالاتر رفته، ولی هنوز گاهی اوقات میبینیم که یه سری خبرهای میاد که انحراف رو ایجاد میکنه. موانع دیگه هم هست که اگه بخواین حالا میتونیم بعدا راجع به صحبت کنیم. ممنون از جوابتون. شما دورنمای این خیزش رو با توجه به دورانی واقعا گذار سختی که حتی در پیش رو خواهد داشت چگونه میبینید؟ این دورنما در ذهن شما چگونه شکل میگیره؟ ببینید، دورنماش رو هیچ کس نمیتونه به طور دقیق پیش بینی بکنه، ولی بازم همونطور که گفتم چون هدف مشخصه، جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه مثل سال 88 به عقب برگرده، نمیتونه مثل سال 2016 و 17 به عقب برگرده. به دو جهت، یکی اینکه انقدر نیروهای خودش خسته شدن که ما میبینیم که هر گاهی میشنویم یکیشون به خارج فرار کرده، یکیش در داخل مثلا کشته شده یا هر اتفاقی افتاده که ما دقیقا نمیدونیم. اون ریزش داخلی خودش شروع شده به هر حال.
و بارها دیدیم که نیروهایشون که میان داخل خیابون به طرز وحشیانه مردم رو کتک میزنن، اونها هم حتی خسته شدن و گفته میشه فقط با مواد مخدر اینها هستن که اونها رو سرپا نگه داشتن. مسئله این هستش که ما در منطقه زندگی میکنیم که نمونه اتفاقاتی که برای ایران داره الان میفته برای کشورهای دیگه هم افتاده، نمونه خوبش میشه تونس. ما باید به تونس نگاه بکنیم، به کشورهای دیگه که تو منطقه این مسیر رفتن نگاه بکنیم. بعضیاشون موفق شدن و به نگاهنه های موفقش نگاه بکنیم، بعضیاشون هنوز مثلا مثل لیبی میبینیم که اون ممکن از نظر ثبات رو پیدا نکنه، ولی مثلا میتونیم خودمون رو از نظر فرهنگی شاید یا از نظر تاریخ سیاسی اجتماعیمون با لیبی مقایسه بکنیم، ولی از نظر نوع جنبش ها و حرکت هایی که اتفاق افتاده کشورهایی هستن تو منطقه بتونیم بهشون نگاه بکنیم و درس بیاموزیم از اونها. دورنمای آینده برای من خیلی روشنه، به خاطر اینکه فردای پسا جمهوری اسلامی ما به نیاز به رفراندوم داریم، نیاز به جامعه حقوقی داریم که وارد عمل بشه، که اون رو ازش نگرانی ندارم. ممکنه به هر حال خیلی یک دوران آرامی نباشه، همیشه پستی بلندی وجود داره، ولی اون نباید ما رو اصلا بترسونه. هدف الان باید باشه که ما انقدر این انسجاممون رو بیشتر بکنیم در داخل و خارج که به اون هدف که رفتن و گذار از جمهوری اسلامی باشه برسه. حالا ما هنوز خیلی کار داریم، مثلا در خارج از کشور اون درخواست سفارت ها رو بستن و به در حد کاردار رسوندن، اون هنوز چیزی که مثلا میشه روش کار کرد. یا اینکه افراد در کشورهای مختلفی که هستن در خارج از کشور من با مقامات کشورهاشون دیدار بکنن و این اتفاق افتاده. ما دیدیم که جامعه ایرانی خارج از کشور که باید زندگی نرمالی باشه رفت اکتیویست شده، جامعه ایرانی داخل ایران که باید زندگیش نرمال و عادی باشه صبح همیشه میبینه که من باید کلاه خود بذارم و از خودم دفاع بکنم، چه لباسی بپوشم، چه کفشی رو بپوشم که بتونم بودم، تبدیل سرباز شدن اینها که ناراحت کننده است، ولی این مسیریه که ما داریم میریم. بنابراین این مسیر رو نباید فکر کنیم که یک نفر اعدام میشه به طرز فجیع بدون دسترسی به وکیل، بدون دسترسی عادلانه به دادگاه عادلانه. جمهوری اسلامی با این کارش میخواد امید ما رو، میخواد انرژی ما رو هدف قرار بده و ما نباید بذاریم که با اینکه همه ما روحیه‌مون از دیشب خیلی ممکنه تحت تاثیر قرار گرفته باشه، نباید بذاریم جمهوری اسلامی کار با ما بکنه. یعنی هر یک نفر که کشته میشه و مردم میگن ما همه پشتشیم، واقعا باید اون اتفاق بیفته. و ما قبلا ادامه نوید افکاری داشتیم، اعدام هایی در کردستان و سیستان و بلوچستان در این سالها داشتیم به طرز ناعادلانه، اینها همه اعدام شدن. بنابراین تاکتیک هایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه نباید برای ما تازگی داشته باشه. این کارش همین بوده، کارش فقط کشتار مردم ایران بوده. مهمه که ما چقدر سریعتر به اون انسجاممون در داخل و خارج برسیم. بنابراین ممکن این پروسه، این مرحله 6 ماه طول بکشه، ممکنه 1 سال تا 2 سال حتی طول بکشه، اینو نمیدونیم، ولی باید براش آماده باشیم. اگه براش آماده باشیم و هدف روشن باشه، توی مسیرمون کمتر منحرف میشیم.